سرخط خبرها. اندرابی: پاکستان از طالبان خواسته حکومت با حضور حامد کرزی و دکتر عبدالله عبدالله تشکیل دهد. بریتانیا: باید با طالبان تعامل کنیم. پاکستان گروه تندرو را برای بی‌ثبات‌سازی ساختار طالبان ایجاد کرده است. و حقیقت حمله بالای فیض الله جلال معلوم شد. با یاد خدا به یکی از دیگر ویدیوهای این چینل خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا آخر این ویدیو با ما باشید. اندرابی: پاکستان از طالبان خواسته حکومت با حضور کرزی و عبدالله تشکیل دهد. به گزارش سپوتنیک، محمد مسعود اندرابی، وزیر داخلی پیشین افغانستان، در صفحه تویترش نگاشته است که هیئت طالبان در سفر اخیرانشان به پاکستان از سوی مقامات آن کشور گوش زد شدند که حکومت همشمول تشکیل دهند و چهره های چون دکتر عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی و حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین را شامل این حکومت سازند تا پذیرش جهانی به دست بیاورند. وزارت مالی حکومت سرپرست طالبان: معاشات 3 ماه اخیر کارمندان حکومت یک جایی پرداخت می شود. مسئولان طالبان می گویند که قرار است معاشات 3 ماهی کارمندان حکومت به شکل یک جایی پرداخت شود. انام‌الله سمنگانی، معاون سخنگوی حکومت سرپرست طالبان، این موضوع را روز شنبه 29 عقرب به نقل از وزارت مالیه در صفحه تویترش نگاشته است. او همچنان تصریح کرده است که در پرداخت پول نقد کارمندان دولت نیز مشکلات وجود دارد که به زودی برطرف خواهد شد. به همین ترتیب وی گفت که حقوق افراد متقاعد نیز به زودی پرداخت می شود. طالبان اما در مورد اینکه معاش 3 ماه اخیر حکومت تحت چه قاعده پرداخت می شود چیزی نگفتند. به تازگی یک مکتوب نیز از آدرس کابینه سرپرست طالبان نشر شده است که از نهایی شدن کار شیوه اجرای معاشات کارمندان حکومت در آن سخن گفته شده است. بیشتر مسئولان حکومت سرپرست طالبان گفته بودند که یک ماه معاش کارمندان را به شیوه سابق می پردازند و معاشات دیگر ماها را مطابق بر رویکرد خودشان تنظیم می کنند. معاشات کارمندان حکومت در حال پرداخت می شود که بر اساس آمارهای سمنگانی، طالبان در 78 روز گذشته 26 میلیارد و 915 میلیون افغانی عاید داشتند. سمنگانی تصریح کرد که عواید حکومت سرپرست طالبان با گذشته هر روز افزایش می یابد. بریتانیا: باید با طالبان تعامل کنیم. بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، طی یک سخنرانی در پارلمان این کشور گفت طالبان شاید از تمامی افغانها نمایندگی نداشته باشد، اما مقامهای کنونی افغانستان هستند. نخست وزیر بریتانیا تاکید کرد مخالف نظری عدم تعامل با طالبان است و میگوید کشورش باید با آنها تعامل کند. او گفت: من با طالبان در تعامل بودم و این بسیار بحث‌برانگیز بوده. پس از سقوط کابل و تغییر نظام، دیدگاه‌هایی که در بریتانیا درباره عدم تعامل با طالبان وجود داشت مخالف بود. ممکن است آنان، یعنی طالبان، به نمایندگی از همه افغانها صحبت نکنند، اما آنان مقامهای کنونی آن کشور هستند. بریتانیا باید به خاطر مردم افغانستان و کمک به آنان با طالبان تعامل کند. از سوی هم گروه طالبان میگوید از سخنان بوریس جانسون استقبال میکند. انام‌الله سمنگانی، معاون سخنگوی گروه طالبان، میگوید ما از سخنان نخست وزیر بریتانیا استقبال میکنیم. یقینا تعامل رسمی با افغانستان سبب بهتر شدن ارتباط با جهان و اوضاع افغانستان میشود. درب تفاهم و گفتگوی گروه طالبان به تمام کشورها باز است و اگر چالش است می شود از همین راه حل و فصل شود. تا اکنون هرچند برخی کشورهای جهان از بهبود روابط و ایجاد تفاهم با گروه طالبان خبر دادن، اما هیچ کشور حکومت کنونی را به رسمیت نشناخته است. پاکستان گروه تندرو را برای بی‌ثبات‌سازی ساختار طالبان ایجاد کرده است. مجله فارین پالیسی در گزارش آورده است که سازمان استخباراتی پاکستان، یعنی آیسای، اقدام به ایجاد گروه های شبه نظامی کرده است تا از طریق آن بتواند قدرت طالبان در افغانستان را در کنترل خود داشته باشد. این مجله به استناد برخی از اسنادهای استخباراتی محرمانه آورده است که سازمان استخبارات پاکستان سال گذشته میلادی اقدام به تاسیس گروهی تحت نام ائتلاف دعوت اسلامی کرد تا از این طریق بتواند طالبان را در افغانستان مهار کند.
بر اساس گزارش این ائتلاف وابسته به گروه داعش شاخه خراسان نیست و همچنین با تحریک طالبان پاکستان و افغانستان نیز تفاوت دارد، اما به لحاظ عقیده‌ای گروه کاملا تندرو است. بر اساس این سند محرمانه که قبلا در اختیار دولت پیشین قرار گرفته بود، هدف از ایجاد این جبهه در ابتدا کمک برای پیروزی طالبان در افغانستان بود. یک منبع اطلاعاتی که نخواست نامش فاش شود میگوید که هدف کنونی این جبهه، اما پس از بقدر رسیدن مجدد طالبان در افغانستان، بی‌ثبات‌سازی طالبان با توانمندسازی افرادگرایی در سطح کشور است. گفته می شود که تعداد جنگجویان جبهه دعوت اسلامی به 4500 سرباز می رسد که هدف اصلی آن زنده نگه داشتن روحیه حملات افرادگرایانه به منظور تحمیل خواسته های استخباراتی پاکستان بر طالبان است. طالبان حمله بر فیض الله جلال شایع است. یکی از سخنگویان طالبان ادعای حمله نیروهای آن گروه بر فیض الله جلال استاد دانشگاه کابل را شایع خوانده و رد کرده است. آقای جلال به تازگی در یک میز به صراحت از طالبان انتقاد کرد و سیاستهای آن را ضد منافع ملی خوانده است. احمد الله معاون سخنگوی طالبان در دیوترش نگاشته است که استاد جلال در یک تماس تلفنی ادعای حمله علیه خود را رد کرده است. آقای جلال به تازگی در یک گفتگوی تلویزیونی به شدت از طالبان انتقاد کرده است. او اشرف غنی رئیس جمهور فراری را به دلیل واگذاری قدرت به طالبان متهم به خیانت ملی کرده که با روحیه قومی و پشتونوالی حکومت را تسلیم طالبان کرد. این استاد سرشناس دانشگاه کابل همچنین گفت که طالبان باید خود را اصلاح کرده و به زورگویی پایان دهند. آقای جلال از حرفای تند علی محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر که در این گفتگو حضور داشت استفاده کرد و او را گوساله خواند. این استاد دانشگاه کابل همچنین کرزی، اشرف غنی، حدمر و حمدالله محب را متهم کرده و ادعا کرد که در گذشته روزانه صدها موتر مملو از پشتونهای جنوب به بهانه مزرعه تریاک به شمال افغانستان منتقل می شدند. در این گفتگوی تلویزیونی محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان به طور تحویلی تعادل و سلامت روانی آقای جلال را زیر سوال برد و از مرجی برنامه خواست تا انسانهای معتدل و سالم را به میز دعوت کند. گفتگوی این استاد دانشگاه کابل در شبکه‌های اجتماعی به گونه‌ای گسترده دست به دست می شود. برخی او را تحسین کرده و برخی دیگر به خاطر حرف تندش علیه سخنگوی طالبان او را مورد انتقاد قرار دادند. در این میان شمار از کاربران هم نسبت به سلامت جانی آقای جلال و خطر بازداشت یا ترور او ابراز نگرانی کردند و به نظر می رسد که خبرهای مبنی بر حمله نیروهای طالبان بر این سریعاً حکومت طالبان نیز تحت تأثیر همین نگرانی ها منتشر شده است. سپاس که تا این دم با ما بودید. کافی است ویدیو را لایک و چینل ما را سابسکرایب کنید.